حمله بر یک پاسگاه پلیس در کوه 40 دختران در غرب کابل، آیا این کار طالبان بود یا گروه دیگر؟ با سلام و وقت بخیر، خوش آمدین به تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان. امروز 29 جون سال 2021 میلادی و برابر با 8 سرطان سال 1400 هجری شمسی است. ناوقت های شب گذشته باشندگان غرب کابل خبر از صدای فیر مسلسل در غرب کابل را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. خبری که امروز به شکل گسترده در فیسبوک بازتاب یافته است. باشندگان محل میگن که دیشب طالبان بر پاسگاه پلیس در کوه 40 دختران در غرب کابل در مربوطات حوزه 13 امنیتی حمله کردند و بعد از چند دقیقه آتشباری فرار کردند. در همین حال روزنامه اطلاعات روز به نقل از یک منبع امنیتی که نخواسته است نامش ذکر شود گزارش داده است که دیشب افراد مسلح ناشناس بعد یک پاسگاه پلیس در ساحه کوه 40 دختران در حوزه 13 پلیس حمله کرده است. به گفته منبع در جریان درگیری در این حمله به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده است و افزوده است که حمله افراد مسلح ناشناس پس از چند دقیقه درگیری عقب زده شده است. هنوز مشخص نیست که چه کسی در این حمله دست داشته است. تا به حال گروه و یا شخصی مسئولیت آن را نیز به عهده نگرفته است. بر اساس اظهارات منابع امنیتی آنان هنوز مطمئن نیستند که این حمله کار طالبان بوده است و یا کدام گروه دیگر. اما در این ساحه طالبان فعالیت بسیار گسترده دارند. کوه 40 دختران متصل به کمپنی، ارغنده و ولسوالی پغمان ولایت کابل است. ساحاتی که طالبان حضور گسترده دارند و همیشه مانورهای بزرگ نظامی را نیز در آنجا برگزار می کند. بارها شاهد بودیم که طالبان در ارغنده و پغمان و همچنان در کمپنی گشتهای شبزنی داشته و حتی موترها را در کنار سرک عمومی چک و بررسی کرده است. در همین حال تصاویری که از محل حمله دیشب به نشر رسیده است نشان می دهد که در جریان این درگیری ها شیشه های برخی از خانواده ها و دکان های اطراف آن ساحه شکست است. چندین دکان، یک نانوایی و خانه های مسکونی در این درگیری آسیب دیده است. اما خوشبختانه تا به حال هیچ گونه آسیب جسمی گزارش نشده است. در همین حال وکیل مهدی راسخ نماینده مردم در مجلس نمایندگان در صفحه فیسبوکش ضمن تایید این رویداد از حکومت خواسته است که هرچه زودتر طرح امنیتی غرب کابل را تایید کند. آقای راسخ از مردم دشت برچه نیز خواسته است در کنار نیروهای امنیتیشان استاده و از مردم دفاع کند. کاروان زیارتی آرزوی کربلا. اعزام کاروانهای زیارتی از آلمان به عتبات عالیات با تمامی خدمات مسافرتی، اخذ ویزای ایران، عراق و ترکیه، فروش تیکت های اروپا و آسیا.